به اخبار امروز 24 سپتامبر توجه فرمایید. روز جمعه 8 سپتامبر در برنامه کانون سالمندان موسیقی زنده اجرا شد. در این برنامه خانم عالی اردشیرزاده همراه با آقایان مقصودی، یاقوتی و مهاجر به هنرنمایی پرداختند. از طرف شورای پناهندگی و مهاجرت ایرانی تورنتو از دریافت کنندگان ولفر دعوت شده است علیه کاهش هزینه ولفر که از سیاست‌های دولت مایک هریس وزیر اونتاریو میباشد روز چهارشنبه آینده 27 سپتامبر در تظاهراتی به همین منظور شرکت کنند. تلفن اطلاعات 925-6939 میباشد. روز جمعه 15 سپتامبر مراسم اهدایی گواهینامه فارغ التحصیلان رشته‌های آرایش و برق مکانیک در انجمن ایرانیان برگزار گردید. Certification in Ontario in the trades. So you've shared, you've enjoyed success yourself and you've contributed well. من وقتی که در ایران زندگی میکردم شیش سال ما زندگی میکردم و برای من خیلی یک مثل آقای کمالی میگفت واقعا مثل یک منزل، یک خونه، یک وطن دوم شده بود، چون که فرهنگ شما و فرهنگ هندوستان انقدر Thank you. She said, "I'm here to congratulate graduates of a hairstylist and electromechanical program." خوش آمد میگم بهتون از طرف انجمن ایرانیان، به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاه آرایش و برق. Want to thank our instructors, Ms. Farah Mazloom and Mr. Habib Naziri, and also Dr. Sharif Kamali, coordinator of the program. I am grateful to all staff and board members of the Iranian Community Association. آقای محمد رضا سالاری، خانم ناهید میر. نخستین نمایشگاه نقاشی خانم شهلا کاظم‌زاده از روز یکشنبه اول اکتبر به مدت یک ماه در کتابخانه عمومی نورتیورک، شعبه دام میلز، تقاطع لارنس شرقی و دانوی غربی برگزار می شود. تلفن اطلاعات 447-5149. روز شنبه 16 سپتامبر شب شعر باشگاه ادبی واژه برگزار شد. دقیق تر بشه، یکی اینکه خود نویسنده یا مشخصه دست از این نقشه که دارن بردارن، فکر نکنن دیگه اینا تنها پینندگان یا کنترل کنندگان یا ناظرین جامعه باید بهش کمک کنن. دیگه این مردم هم تغییر کردن، میتونن تو
شعور اجتماعی، شعور فرهنگی جامعه مفید باشن و به تعبیری همه میتونن تا حدودی در حد میتونن خلاق باشن. در آن سوی منطقه از ساختمان‌های مخروبه و عهد عتیق شهر که مثل قلب‌های شکسته ویران بود، پسری زندگی میکرد به نام هارون، تنها فرزند داستان سرای به نام رشید خلیفه، مردی زنده دل و بشاش که در سراسر محله های شهر به خاطر گفتن داستان های کوتاه و یا بلند و دنباردارش دو لقب دریافت کرده بود. دوستداران و تحسین کنندگانش او را دریای تفکرات و دشمنان حسودش وی را شاه مهملات می نامیدند. یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود، شهر صدرنگی بود. توی این شهر قشنگ با چراغای نئون، دخترای شوخ و شنگ، همه چیز از همه رنگ و عجیب، گربه بقالی و سگ قصابی نمی‌کرد. هر دو مثل اشراف کارشون خوردن و خوابیدن بود و آدم‌ها زن و مرد مثل خدمتکارا از اونا گرم پذیرایی بودن. بینندگان عزیز، این بود اخبار این هفته ما. توجه شما رو به دنباله برنامه‌ها جلب می‌کنم. خب بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا هفته آینده، روز و روزگار به شما خوش.